میهن من، ای فدایت سلطن من، برده آزر از سر گوهر، خود باک تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت سلطن من، برده آزر از سر گوهر، خود باک تو بطن من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقایی که یک ساعت از وقت خودشون رو مایه میگذارن و تشریف میارن در ضیافت گفتگوی خودشون شرکت میکنن و ما رو از حضورشون خیلی خوشحال میکنن و ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه امروز در ضیافت گفتگوتون شرکت کنید و ما را از اطلاعات و راهنمایی خودتون بهره مند بفرمایید. در بعد برنامه دوست دارم تشکر کنم از دوستانی که با ما از طریق ایمیل یا تلفن و یا تکست با ما در تماس هستند و تشکر میکنم از آقای میناسیان که در اروپا هستن فکر میکنم و ایشون برای ما یک فیلمی فرستادن. اون تا هنوز من موقعیت این که ببینم این فیلمو پیدا نکردم، انشالله نگاه میکنم. و در ضمن خانم موسوی که خیلی محبت دارن و این برنامه های ما رو در دسترس بقیه میگذارن، خواهش میکنیم از شما اونهایی که برنامه های ما به دستتون میرسه همینطور بی هم دیگه بدید. بالاخره این چیز بود صحبت ما، وسعت رسیدن صدای ما به گوش بقیه یه ذره بیشتر بشه. و در ضمن برادر فرخ هم چند تا برای ما پیام گذاشتن، این رو در بعد برنامه پخش میکنم که بشنویم ببینیم ایشون چی دارن میفرمان. یک لحظه به من فرصت بدین صدای ایشون رو بیارم و با هم گوش بکنیم. انشالله کجا رفت؟ اینجاست. ویدیو پلی مسیج. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای منعه میگی زنگ بزن، زنگ میزنی جواب نمیدی، کسی رو مثل من عذاب نمیدی. من تو بیمارستان بودم 3 ماه، هیچ کس رو منظورم بیماری ندیده بودم. یه و یک چهره ای رو دیدم که اصلا شکل نقشه ایران بود صورتش، بعدا فهمیدم ایشون یه دکتر ایرانی هست که به نام شاهین سامتی لایک درجه خودشان اصلا پیشوازان مرکزی رو باز کردن در فایشنس کورنر. واقعا مثل که دنیا رو من دادن که یک ایرانی با چهره ایرانی وسط این همه تحقیل برسته ما چالا که بیشتر به هم دیگه نزدیک بشیم. و ایران مثل ایران که نمیشه، ولی همین میدونیم که در 3 ماه یه نفر آدم ببینه چقدر خوشحال کننده. من زیاد خودم بزنم
بله دوست عزیز آقای سقفی، فرخ سقفی که در همین منطقه زندگی میکنن، بعضی وقتا اون برنامه رادیویی که ما داریم از ساعت 10 تا 12 روز شنبه تشریف می آوردن و گیتار خیلی قشنگی می زدن با صدای خیلی خیلی قشنگی که اصلا صدای مخصوصی بود این صدا، ولی خب حالا یه مقدار ممکنه چیز نباشن اونطوری که بتونن باشن مثل قبل، ولی خب محبت دارن به ما زنگ می زنن و در ذهن ما وقتی این برنامه بود داره پخش میشه، بعضی وقتا حالا داریم زنده پخش میشیم. اونهایی که با ما میخواهید تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید، شمارمون هست 202-753-99-33. وقتی این شماره رو میگیرید اینجا زنگ میزنه و با ما به صحبت شما جواب میدیم و با هم صحبت میکنیم و ایشون بعضی وقتا برنامه های ما که تکرار میشه اونو میبینن زنگ میزنن، منتها خب دیگه ما اونجا نیستیم اون موقع، این حالا زنده داریم پخش میشیم. اینه که برادر فرو روزهای شنبه میتونید از ساعت 10 تا 12 به ما زنگ بزنید، یا همچین روزی که از ساعت 4 تا 5 خدمتون هستیم به وقت شرق امریکا. و صحبتی که ایشون داشتن اشاره میکردن راجع به این بودش که بعضی از هموطنهای ما تو این منطقه واقعا کسی رو ندارن، هیچ کس رو ندارن، هیچ کس ممکنه مثلا اولادهایی داشته باشن که پخش شدن در سراسر ایالتهای مختلف امریکا یا در تمام سطح دنیا و دیگه کسی همراهشون نیست، تک زندگی میکنن، یا مرد هستن یا خانوم هستن و اینها اگر اتفاقی براشون بیفته واقعا یه مدت زمانی طول میکشه تا کسی بفهمه که چی شده یا چی نشده. ما داریم سعی میکنیم به این دوستان و افرادی که صدای ما را دارن میشنون توصیه داریم میکنیم که یک وصیتی چیزی بنویسید، حتی اگر یه جفت کفش دارید تو این وصیت بنویسید که یه جفت کفش من رو بدید در راه خیریه، بدید در راه فلان بدید، چون اگر بدون وصیت فوت بکنید همچی دارید و ندارید رو دولت برمیداره میبره. این هستش که این کار رو بکنید و در ضمن یه کپی از این وصیت رو به کسی که امکان داره مثلا تو محلی که شما زندگی میکنید یا نه یا جای دیگه یه کپی به اون بدید. البته اینا توی پاکت گذاشته میشه و درش هم بسته میشه و یه چیز شخصی هست، کسی اینو هر روز بار نمیکنه بمونه. اگر اون روزی برسه که ما از این دنیا خلاص بشیم و بریم جای دیگه، اینو اون وقت با میکنن، میخونن ببینن چی گفتید و چی نگفتید. و همینطور که آقای فرق داشتن اشاره میکردن، دوستانی اتبایی یا افرادی در نزدیکی تایسنز کورنر که همین نزدیکی خود ما هم هستش، یه محلی رو درست کردن که من هنوز نرفتم ببینم، خیلی ببخشید که من هنوز موقعیت رفتن به اونجا رو پیدا نکردم. و اونجا مثل این که یه چیزهایی هست که هنوز نرفتم ببینم چی هست، ولی حرفی که داریم ما میزنیم اینجا این هستش که ممکنه شخصی که تنها زندگی میکنه یه روز حادثه‌ای براش بیاد تو اونجایی که زندگی میکنه، مثلا لبک بگو بره، ولی ممکنه یه هفته اون تو باشه و هیچ کس اطلاع نداره که این رفته یا نرفته. و اتفاق هم افتاده چند بار که همسایه رد میشنن یا اینجا از یه بوی چیزی رو در رو بکنن یا برای یکی افتاده اونجا فوت کرده. و در ضمن بعد از اینم که خب ما فوت میکنیم، اگر کسی دور و برمون نباشه، بالاخره ما دفن و کفن داریم، یکی باید برداره ما رو ببره قشنگ به هر طریقی که وصیت کرد، هر جوری که دلتون بخواد، بشورنتون، بپوشونتتون، کفن بکنن. محل هایی که اینجا هست دوره برای ما جاهای مختلف هست که برای دفن هست، بعضی ها بخوان جسدشون رو بفرستن به محل تولدشون، اون کارم میشه کرد. و سلام علیکم. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. خیر باشه انشالله رحمت. بعد ببرن وصیت میکنید که خب من مثلا افتادم اینجا شدم تموم شد و فلانی حرفا، که ببرن دورور ما
قبرستان هایی هستش که چیز دارن، محل دفن برای مسلمان ها دارن. حالا هیچ نمیخوادم مسلمان باشه کسی، هر مذهبی رو که قبول کردید یا تبعیت میکنید از حضرت موسی یا از حضرت عیسی یا حضرت محمد، و اینها هر کدوم برای خودشون شرایطی دارن، راهی دارن، رفتاری دارن که از اون طریق میتونید شما دفن بشید. منتها خب یکی باید بدونه که برسه که این کارها رو انجام بده انشالله اگر امکانش باشه. بعد آقای اجلالی، من سیستم رو درست کردم، میتونیم صحبت کنیم اگه بخوای. بله. اولا انگشت شما رو میبینم اینجوریه، چی شده ماجراشو برای ما بگید. دوما در رابطه با وصیت که میگید، مثلا اگه یک کسی وصیت کرد که این دوست داره اگر فوت شد جنازش بره ایران ولی بله. پولی نداشت، آیا کسی کمک میکنه؟ بله. بعد نظر شما در رابطه با سوزاندن جنازه چیه، جسد چیه؟ بله. بذارید، سوال خیلی زیاد شد، من دونه دونه نتونم جواب بدم. اول انگشتت. اول انگشت، بله. من هفته پیش روز چهارشنبه بود، مثل این که کاری داشتم انجام میدادم که یکی از این اره های میزی هست، بهش میگن تیبل سا میگن، یک تیغه اره هستش که میاد بالا میره پایین در یه صفحه‌ای و به اندازه بالا پایینش چیزی که گذاشتن روش میبره. من اشتباهی انگشتم رفت نزدیک و این نوک انگشت من بریده شد. رفتم به اورژانس، بخیه زدن و پانسمان کردن. امروزم رفتم یه دکتر دیگه دید و این چیزها رو بهش بست، ولی الحمدلله رب العالمین که انگشت من استخونش عیب نکرده، فقط گوشت اون جلوس و ناخون. و بعضی وقتا ما فکر میکنیم مثلا ناخون خیلی چیز بیخوریه، ولی واقعا سپر بلاست ناخون. و ناخون که خورد من همیشه دستم رفت عقب، دیگه صدمه زیادی نشد. در ضمن بعضی از ماها، این بعضی از ماها سریع چشم میخوریم. این چشم خوردن خب ما در ایران میگفتن اسفند دود کنید و فلان کنید و بهمان کنید. ما دوستان آشنایانی داریم میگه از صبح تا عصر دارن برای ما دعا میکنن و فلان. ما باید این چیزها رو به اصطلاح ببینیم این دعاها چطوری انجام شده میشه. ناخون ما اینطوری شد، ببخشید. بله دوست عزیز که در این زنگ میزنید، چون ما نمیدونیم شماره شما چی هست، جواب نمیدید. بله بعد اینطوری شد و خلاصه، ولی الحمدلله رب العالمین سریع، همین نزدیک خودمون یه بیمارستان بزرگ هست اونجا اورژانس داره و فلان، سریع رفتیم اونجا بسته بندی کردن و بعدم امروز هم که عرض کردم خدمتتون رفتیم یک دکتر متخصص و اونها هم نگاه کردن و چیزایی بستن و گفتن یکی دو روز دیگه بیا تا بخیهش رو بکشید. این یک. دوم این که خیلی برای ما مهم هست، خیلی برای ما مهم هست که از هم همه از هم اطلاع داشته باشیم. همونطور که عرض کردم بعضی تنها دارن زندگی میکنن، این کسی نیستش که باهاشون باشه. صبح اگر یکی از تختش در نیومد ممکنه هیچ کس نفهمه تا یه هفته در روزیه، بعد اون موقع از این چیزهایی که هست مثلا مردم متوجه میشن. تو این منطقه ما مساجد مختلفی داریم، راه و روش های مختلفی هست. همونطور که عرض کردم افرادی که از حضرت موسی تبعیت میکنن، معلمشون حضرت موسی هست، معلمشون حضرت عیسی هست، معلمشون حضرت محمد هست، اینا هر کدوم برای خودشون تشکیلاتی دارن توی این منطقه. و در ضمن اگر کسی اون پولی رو نداره که قبری بتونه بخره یا برای این کارهای مرده شورخونه میگن اینجا فینرال هوم میگن به اینا بده و فلان بده به اتماعیه، هستن افراد خیر اینجا که چیزهایی گذاشتن یه جاهایی که اگر کسی واقعا نداره کمک میکنن. و بعضی هم اگر وصیت کنن که بفرستشون به ایران اون کارم میکنن، و در حال حاضر دوره بر ما خرج کفن و دفن فکر میکنم در حدود 10 یا 11-12 هزار دلار باشه، چون قبر خالیش 5-6 هزار دلار، اینم فینرال هومش انقدر هست و فلان فلان. خلاصه همه زنده بوندن خرج داره، همه بردن. خلاصه هستش که انشالله خیر باشه و وصیتتون رو بنویسید. در همین اینترنت یا جاهای دیگه صفحاتی هستش که توش وصیت میتونید بردارید بنویسید و
خیلی هم ساده است که هرچی دلتون میخواد بنویسید اونجا که من اینطور میخوام اونطور میخوام. در ضمن دوست عزیز من از من پرسیدن راجب سوزاندن چی هست. خب ما میدونیم که تو این منطقه یا در کل امریکا هستن افرادی که از ایران زادگاهشون ایران هست، حالا من نمیدونم دین و آیین و رفتار و چیز زندگیشون چی هست. من شنیدم و دیدم که بعضی ها رو سوزوندن و خاکسترشون هم بردن همین نزدیک ما یه جایی هست خلیج چسپیک بشنه چسپیک بی بهش میگن، پخش کردن اونجا که مثلا بره به بقیه جاها. ولی نظر خودم رو دارم عرض میکنم خدمت شما، من انشاءالله اگر قسمت بشه در جایی بیفتم که بتونن جسد منو بردارن بشورن کفن کنن و در خاک دفن کنن، من اونو خواهش میکنم. ولی من از کجا بدونم که تو آسمون ترکیده نمیشم یا توی دریا غرق نمیشم یا از کوه میفتم و تکه تکه میشم تا بیان بدادن برسن به عقاب ها و کرکس ها خوردن چیزی نمونده اونجا. این هست که نمیدونم، ولی خواهش من این هستش که انشاءالله وقتی که رفتم از این طریق منو چیز کنین، آماده کنین، به خاک بسپرین. و در ضمن از مرگ نترسید، مرگ بزرگترین موفقیت شماست در زندگیتون که تمام وظایفتون اینجا انجام دادید یا ندادید یا وظیفتون تموم شده یا مسئولیت تموم شده یا اون چیز خروج بهتون دادن، برگ خروجی دادن. و تمام اونهایی که اطلاعاتی دارن میدونن که سلام عرض کردم، بفرمایید. خب ببخشید برادر عزیز من، من نمیدونم شما سعی دارید میکنید با ما تماس بگیرید، پیامی بدید، اگر امکانش هست بعد از ساعت 5 به من زنگ بزنید که بتونم باهاتون بهتر صحبت کنم و پیامی که دارید بگیرم و به کسی که میخوایید بدم، چون من درست نمیفهمم وقتی شما صحبت میکنید، ولی بیشتر میتونم باهاتون صرف وقت بکنم. شمارتون هم دارم حالا و بهتون زنگ میزنم بعد از ساعت 5 بهتون زنگ میزنم و باهاتون صحبت میکنم. هر اطلاعاتی که میخواهید من به هر کسی که میخواهید اون وقت اون رو میدم اون اطلاعاتو. اجازه بدید که بعد از برنامه من با شما صحبت بکنم. بله میگفتیم که مرگ بزرگترین موفقیت در زندگی شما بعد از یک مدتی، حالا فرق نمیکنه 100 سال 50 سال 200 سال، حالا بعضیا میگن در آینده مردم تا 300 سال هم خواهند بود، هر چند ساعت سال بوده، هر چند روز بوده، هر چند دقیقه بوده، یه انتهایی خواهد بود برای ما و در اون انتها یک هستی دیگه شروع میشه. مثلا اینجا ما با این بدن هستیم و با اون نفسمون هستیم و با روح که به انگلیسی مثلا میگن body, soul and spirit، این سه چیز مختلفی که ما رو ساخته. در انتها این بادی یا این بدن یا جسد میمونه اینجا و میره به خاک، از همون خاکی که تولید شده و غذای مور و موش و کرم و این حرف هاست. یعنی اونا هم روزی دارن، وقتی ما اینقدر در این دنیا زندگی کردیم و خوردیم و خوابیدیم و همه چیز، این بدن ما غذای عده دیگه است. اون عده دیگه اون مور و کرم و این چیزایی که تو خاک هستن و همه شما هم دیدید وقتی به مجردی که یه چیز کوچولوی یه جا میفته، یه گوشتی چیزی هست، دو روز بعدش این کرمای سفید سفید دور و برشو میبینید. این هستش که اونها ما غذای اونها هست. بعضی ها خب بخوان اینطوری نباشه، اون دیگه بستگی به خودشون داره. و من عرض کردم که شنیدم اینجا در خودم دیدم، یک مورد خودم دیدم که یک اینطوری چیزی آورده بودن، گفتن بعد این جسد اون کسی که فوت کردن سوزونه خاکسترش ریختن اینجا، قراره مثلا فردا روز فلان روز همه بریم کنار خلیج
چسپیک و اینو بپاشیم که چیز ببره. البته دیگه هر کس به راه خیش دیگه. در قرآن هم گفته میشه یک چیزی هست، یک سوره هست که جزء سوره های قل هست و این سوره های قل، من این یک سوره رو زیاد ازش استفاده نمی کنم، ولی خب سوره ای هستش که گفته میشه اگر کسی یه راهی رو داره و نمیخواد با راه شما بیاد، مطمئنید که شما راه اونو نخواهید اومد، اونم راه شما رو نخواهد اومد، پس برابری اونو به راه خودش بگذارید و شما به راه خود برید و یه همچی حالتی پیش میاد. بعد از اینکه ما فوت کردیم، فوت هم یعنی وفات، یعنی وفا کردیم به اون عهدی که دادیم، در مدار هستی مرگ وجود نداره مگر اینکه اون آخر 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 که همه چیز تموم میشه، همه برگشتن به اون مبدأ خودشون، اون مرکز خودشون که از خالق بودن، از هیچ آمدن خلق شدن، یه مدت اینجا هستن، بعد به هیچ هم بر میگردن که میرن به خالق وصل میشن و تموم میشه. ولی در این مدت زمانی که همه به شما میگن آه جهنم آتیشش اینطوره، بهشت توش نم نهر جاری هست و توی نهرها شیر و عسل هست و فلان، این حرفایی را همش تشبیه کردن به بعضی چیزها هستش و هر چیزی هم که وعده به شما دادن بعد از اینکه از این هستی رفتید به هستی بعدی مجانیه. هیچ وقت آخر ماه کسی برای شما صورت حساب نمیده که آقا یه ماه تو این جهنم ما سوزوندیم، اینقدر پول هیزومت شده، اینقدر پول خونت شده، اینقدر پول آبت شده، همش مجانی. پس برای این از مرگ نترسید، کسی اون طرف دنیا اون جای هر جا هست ازتون چیزی نخواهد خواست. و یکی هم خب بالاخره تا میتونید از اینجایی که هستید لذت ببرید، تمام این چیزهایی که برای شما هست، گل و بلبل و میوه و رب غذا و دوستان و آشنایان و هرچی هرچی هست، برای این هستش که شما تا اون اکثر لذت رو از همنشینی یا هم صحبتی یا رفت و آمد و این چیزها استفاده بکنید. چرا؟ این مدت انقدر کوتاهه، یه چشم هم بزنید تموم شده، یعنی دیگه حالا 100 سال برای کسی مفهومی نداره. انشالله که سرپا بیستید و سرپا باشید. بعد این هم گفتیم بله، برای این که مثلا کسی بخواد جنازهش رو ببرن اون طرف، دفتری داریم اینجا به نام دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران، اینها ورقه هایی دارن، چیزهایی دارن که سریع پر میشه و اینها چیز یه محل مخصوص هستش که میفرستن این جنازه رو یا جسد رو میفرستن اونجا، بسته بندی میشه و میفرستن ایران. خب ایران هم که رسید بالاخره یکی میخواد بگیره تو فرودگاه، یا الله کریم که بگیره چیز نمیشه. من در ایران هیچ کس ندارم، تمام خانوادم اینجا هستن، خواهرام، خواهرزاده ها، شوهرهاشون، بچه‌هاشون، همه اینجا هستن. این هستی که من خواستم هر جا افتادم همونجا من رو به خاک بسپرن، حالا کجا باشه، ممکنه یه جایی باشه که هیچ کس هم من رو نشناسه. خب هر جور اونجا افتادم اونا میبرن دفن میکنن. و در امریکا هم فکر میکنم هر ایالتی یک چیزی داره، یک روشی داره، یک سیستمی داره، اونهایی که هیچ کس نمیاد. مثلا طریقش هم البته این هست، به مجردی که شما فوت کردید یه کسی اطلاع پیدا میکنه، جسد شما رو میبرن یه جایی و توی سردخونه نگه میدارن، بعد اگر کسی نیاد که این جسد رو بگه مال منه یا مال کسی از فلان، یه مقدار نگه میدارن، بعد اون وقت میفرستنش جز سیستم تجربی و جز سیستم تشریح و این حرفا و ازش اونطوری استفاده میکنن. بعد هرچی که بقیهش مونده یه جایی یه جوری چالش میکنن، یه جوری چیزش میکنن، از بین میبرنش، از بین میره انشالله. سلام علیکم.
برادر عزیز من، عرض کردم خدمتتون، اجازه بدید بعد از برنامه ان بله. بعد اونطوری اونم اونطوری مثلا ازش چیز میشه، اونطوری رفتار باش میشه. و ما چند تا چیز دیگه نوشته بودیم اینجا، دوست داریم سریع اینا رو بگیم که یه چیز کوچولو داریم که اونو همه رو بذاریم گوش کنیم و ببینیم، راجع به اونم صحبت بکنیم. و چیزی که در حال حاضر داره در دنیا اتفاق میفته شاخشونه کشیدن روسیه است که برگشته در صحنه بین المللی، میگه ما هم هستیم. و اون وحشتی که تو دل امریکایی ها انداختن اینا که ایداد بیداد این روسا برگشتن، باز دوباره جنگ سرد شروع شد و وای داد بیداد. ولی خب از اونجایی که بله از اونجایی که سیستم سیاسی امریکا طوری رفتار میکنه که وقتی که اینا تصمیم گرفتن یک کاری رو بکنن، حتی ملت و مملکت خودشون هم میخوان قربانی کنن که اون کاری رو که به یکی وعده دادن انجام بدن. یعنی به هیچ وجه براشون مهم نیست که چطور این انجام بشه یا چطور انجام نشه. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله، وقتی که روسیه از هم پاشید، اتحادیه جماهیر شوروی بود اون زمان، از هم پاشیده شد و روسیه شد، درست در کرانه شرق روسیه در اروپا سه تا کشور کوچولو کوچولو بودن، استونیا بود، لاتویا بود و لیتوانیا بود. اینا سه تا چیزای کوچولو کوچولو بودن. اروپایی ها سریع گفتن خب حالا که اینا از بین رفتن، اینا رو سریع رفتن بهشون گفتن ما $100 بد میدیم، از ما خواهش کن که بیای جزء ما بشی، که به نام اتحادیه اروپا هست، European Union، اتحادیه اروپا. این سه کشور هم سریع تقاضا کردن، سریع اینا رو هم اجازه دادن که بیان این کارو بکنن. معذرت میخوام، ببخشید معذرت. یک بار دیگه زنگ بزنید، من این تلفن چشم ندید، ببخشید من قطع کردم. بله بعد این سه کشور لیتوانیا بود و استونیا بود، و بعد این سه کشور لاتویا و استونیا و استونیا لاتویا و لیتوانیا، این سه تا اینا خواهش کردن جزء اتحادیه رو اروپا بشن، اینا هم سریع اینا هم قبول کردن و اینا اومدن جزء اون قرارداد دفاع از آتلانتیک شمالی نیتو. سالهای ساله که ترکیه جزء نیتو هست ولی قبولش نکردن جزء اتحادیه اروپا بشه. ترکیه انقدر خدمت کرده، انقدر در ارباباش خدمت کرده، 50,000 نفر فرستادن در کره شمالی جنگ بود، اونجا کشته شدن، یکیشون زنده بر نگرد. در تمام این مدت نوکری کردن، در تمام این مدت با اروپا هر چی گفت اینا کردن، ریشون رو بزن زدن، سیبیل رو بزن، کراتو بردن، کراشو بردن، بعد رسیدن به لباسشون، اینو بردن در بردن، تا رسیدن به شلوار زیر شلواری شون. حتی اونا رو هم حاضرن بکنن که بیان جزء اتحادیه اروپا بشن، اتحادیه اروپا این رو قبول نکرده. چطور شد که اون ستا رو سریع قبول کردن ایران؟ چی بود که این ستا رو سریع قبول کردن؟ ما این رو نفهمیدیم که چرا اون ستا رو سریع قبول کردن و اینها رو قبول نمی کنن. پس بنابراین حالا روسیه هم اومده دور مرزهای اونجا قواش رو چیز کرده فلان کرده، بعد اینا رو عیداده میدار. اگر اینا فردا از این مرسا رد بشن بیان این ستا رو در یه هفته بگیرن، ما دیگه نمیتونیم پس بگیریم. همونطور که اینا رفتن اوکراینیا بود، چی بود، در اوکراین بود گرفتن، یا گرجستان رفتن یه چیزایی رو گرفتن اونجا، دو جا کچولو کچولو بود اونا رو گرفتن، و اینا دارن یه ما قدرت این که بتونیم اینا رو بگیریم نمیتونیم داشته باشیم. از حالا مقدار کمکی که برای قشون و قشون کشی بوده در اروپا 4 برابرش کرده. اگر 1 میلیارد دلار بوده کردنش 4 میلیارد دلار، اگر 10 میلیارد بوده کردنش 40 میلیارد، 100 میلیارد بود کردنش 400 میلیارد.
خیلی پوله ها. و همین کار رو کردن، ببخشید، همین کار رو کردن. بعد در ضمن روسیه هم خب بالاخره مملکت برای خودش، ملتی داره، جمعیتی داره، قدرتی داره، پولی داره، صنایع داره، فلان داره. اومدن قیمت نفت رو که 70 دلار بود، 120 دلار بود، آوردن رسوندنش به 30 دلار. یعنی چقدر 30 دلار تا 120 دلار 400 دلار یک چهار رومش کردن قیمت نفت رو. و کی کرده؟ عربستان این کار کرده. برای چی کرده؟ برای خوشخدمتی کرده، برای ارباب. ارباب هم حالا دیده وای داده بیداد، این عجب چیزی بوده که دامن ارباب هم داره میسوزونه. یعنی اون جاهایی که نفت اینجا از رشهای شنهای غیری ازش فشار می آوردن، از توش چیزایی در می آوردن، اونا هم دیگه نمیتونن به قیمت 30 دلار چیزی رو بفروشن، یعنی ضرر میکنن. اونا هم وایسادن، هم 27 درصد پارسال بوده، هم 17 درصد امسال چیز حقاری نمی کنن دیگه. یعنی هرچی حقاری نکنی خب اون درآمد نکنی. تمام این کارا رو کردن، حالا دارن خودشون دارن بیشتر ضرر میکنن. روسیه هم که افتاده تو این منظره، میگه میخواید من رو بکوبید زمین، ما هم شما رو میکوبیم زمین. چرا؟ روسیه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز و چیز مایع دنیا هست. بزرگترین درآمد روسیه فقط از این چیز، صادرات این چیزا هست، که اینا اومده انگوش روش گذاشتن که این قیمتش کردن یه چهارم، عوض یه دلار رو 25 سنت دارن، حالا میخواد اونم کمترش کنن. اونم برگشتن گفتن خیلی خوب، دعوا دو طرف داره، یه طرفه نمیتونه بشه. و اینها حالا دیگه نمیدونن چیکار کنن که قوا در اروپا داشته باشن، که اگر اینو یه شب تصمیم میگیرن که از اون مرز رد بشن، هیچ چیز نیست که جلوشون وایسه. و انشالله که به اینجاها نرسه. چرا؟ هر گلوله‌ای که دنیا داره در میره، خون یه نفر ریخته میشه. و ما مطمئن هستیم که افرادی که تو این کارا دارن شرکت میکنن، امیدواریم که عقب بشینن، صحبت کنن. ما معمولا در چیزی میگیم ضیافت گفتگو میگیم، و میگیم که بیایید با هم صحبت بکنیم، دست به اسلحه‌تون، دست به شمشیر نبرید. و به انگلیسی میگیم use your tongue not your gun. و امیدواریم که اینطوری بشه و همه بتونن در سلامتی کامل باشن و بتونن بدونن که همه ما در این کره زمین که یک زورق فضایی هست، همه با هم هستیم، همه با هم هستیم و در یک جهتی داریم حرکت میکنیم. نمیدونم کجا داریم میریم، ولی به هر حال داریم میریم. و کی به جایی خواهیم رسید و یا نخواهیم رسید، اونا رو هم نمیدونیم. من نمیدونم. بله، اینو گفتیم. بله، در ضمن یک ویدیویی بوده، یک اطلاعی بوده که در ایران اونهایی که بنیاد مستضعفین رو دارن اداره میکنن، اطلاع دادن که در این چند سال گذشته، بعد از اینکه بالاخره دیگه مرور زمان حالا کی و چی، یک مقدار اون چیزهای فقر، اون اندیکاتور میگیم یا ایندکس میگیم چی میگیم، که اونها داره نشون میده که خیلی داره به سرعت داره. آقای ایرانی بهش میگن شاخص، ایندیکیتور، شاخص، نمودار یا شاخص. بله، شاخص. شاخص فقر مثلا قبلا اگر 10 نفر زیر شاخص فقر بودن، حالا مثلا شدن بیشتر. و این در یه روندی داره پیش میره که بعد از چند سال ممکنه خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. و چون خب ایران بالاخره یک مملکت جمهوری اسلامی ایران هست و تمام انقلاب برای خاطر مستضعفین، نه تنها در ایران، در تمام دنیا این انقلاب شد برای خاطر مستضعفین. پس بنابراین
این شخصی هم که یک قیافه لاغر اندام، لاغر صورت لاغری داره. من معمولا اشخاص وقت که نگاه میکنم، البته خب الله انشالله منو ببخش و بیامرزه، اگر اینا خیلی چاق باشن و توپر باشن و راجع به فقر دارن صحبت میکنن، میگم آقا برو کنار بذار یکی دیگه که لاغرتره بیاد حرف بزنه، تو اون میدونه فقر یعنی شما اینقدر خوردی باد کردی، بذار یکی دیگه بیاد. این هستش که آقای سربی شما میشنوید صدای منو؟ بله شما سوالاتون رو بفرمایید من ببینم چی هست، ببینم اگه تونستم جواب بدم. در رابطه با همین فقر، وقتی شما این ویدیو رو برای من فرستادی، من دیدم که خب این نشون میده که یک دو دستگی عجیبی توی ایران هست. یه عده به اصطلاح تندرو که طرفدارای آقای خامنه‌ای هستن، یه عده به اصطلاح اصلاح طلب که الان میگن آقای رفسنجانی هم جز اوناست. سوال من از شما اینه، این دو دستگی این وسط ضررش رو کی میده؟ به ضرر کی هست؟ و اگر قرار ولی فقیه وظیفه‌ای داشته باشه، چرا آقای خامنه‌ای نمیاد جلو و بگه که این آقای رفسنجانی این کاری که میکنه غلطه، مخالف دینه، مخالف انقلابه؟ یا مثلا یکی مثل من میگم خب ایشون هم نمیاد برای که آقای رفسنجانی این رو آقای چیز رو گفت، آقای خمینی به من گفته که آقای خامنه‌ای لیاقت به اصطلاح اجتهاد و ولی فقیه شدن اینا رو داره. یعنی حقیقتاً آقای خامنه‌ای هم داره دست به عصا را میره و حقیقت رو به مردم نمیگه. همین رابطه فقیر و فقر که شما میگید، همین که خود تلویزیون‌های ایرانی شاخص‌های خودشون نشون میدن فقر اینجوری هست، نشون میده که اینها به مردم دروغ میگفتن. وقتی که میگفتن ما تحریما به نفعمون شده، خودکفا شدیم و از اون از اینم بهتر میشه، الان طبق آمار خودشون بهتر نشده. طبق گفته‌های خود شما، حتی این آقای روحانی 20 سال اون پشت مسئول بوده، حالا آمده توافقی رو کرده که هم شما قبول دارید هم خیلی های دیگه که میگن به نفع ایرانیان نیست. یه مقداری در این باره صحبت کنیم. حالا این فیلم هم که شما میگید نشون بدیم، بله این آقای کرباس چی هست؟ اتفاقا خیلی ها از ایشون خاطره خوبی دارن، چون ایشون وقتی که شهردار بوده، گویا هر شهری رو که شهردار بوده خیلی زیبا و اینها، حالا زیبایی تظاهری چی بوده و باطن گل کاشته و بلوار درست کرده. در صورت میخواین این ویدیو رو نشون بدین یا میخواین پاسخ بدید؟ بعد هر جور ملک ممنونم. ویدیو رو اول نشون بدید بعد من جواب شما یا با هم صحبت میکنیم راجع به سوالتون. بله ممنونم دوستان. خب بریم این ویدیو رو ببینیم و برگردیم. تشکر. غلام حسین کرباسچی در ابتدا با لباس روحانیت نزد امام دیده شد. فعالیت سیاسی او در مخالفت با رژیم پهلوی به دستگیریش منجر شد و تعهدنامه‌ای کم نظیر و تاریخی از او به جای بود. این جانب شیخ غلام حسین کرباسچی فرزند محمد صادق ساکن شهرخون بدین وسیله به منظور ابراز حسن نیت و صمیمیت و مراتب میهن پرستی و شاه دوستی خود تعهد می نمایم از این تاریخ صمیمانه با سازمان اطلاعات و امنیت کشور همکاری نموده و چنانچه افراد منحرف و خائن به این جانب مراجعه نمودند مراتب را فوراً گزارش دهم. در صورت تخلف سازمان امنیت مجاز است هر گونه تصمیم مقتضی درباره من اتخاذ نمایید. 27/9/1350 بعد از انقلاب به عنوان استاندار اصفهان و شهردار تهران ایفای نقش کرد و تحت حمایت جدی هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. شاید همین مرحله از زندگی غلام حسین کرباسچی مسیر آینده او را برخلاف آمال و آرزوهایش پیش برد. انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در 18 اسفند 1374 برگزار کرد. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر جامعه روحانیت مبارز تهران و گروه‌های پیرو خط امام، گروه تازه تأسیس کارگزاران سازندگی به رقابت پرداخت. در دیماه 1374
جمعی از وزیران، معاونان و نزدیکان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، در بیانیه‌ای سراسر مدح و ستایش در وصف او اعلام کردند. در مجلس پنجم حضور فعال خواهند داشت. این بیانیه اولین حرکت برای تأسیس حزب کارگزاران بود که شایبه سوء استفاده از قدرت توسط دولت آن دوره را در اذهان ماندگار کرد. غلام حسین کرباسچی نیز در این میان بود. با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر عدم حضور وزیران، غلام حسین کرباسچی یک تازه عرصه کارگزاران شد و مورد حمایت همه جانبه هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. کرباسچی در این دوره با توصیه هاشمی رفسنجانی حمایت گسترده ای از محمد خاتمی به عمل آورد و ستاد انتخاباتی خاتمی با مسئولیت مرتضی حاجی تحت مدیریت کرباسچی فعالیت کرد. این حمایت ادامه داشت تا اینکه او و معاونانش به همراه شهرداران برخی مناطق در دومین سال رئیس جمهوری خاتمی به دلیل اختلاس بازداشت شد. پرونده قطوری که تا آن زمان بی سابقه ترین پرونده فساد مالی مدیران بود. برداشت 260 میلیون تومان برای ستاد کارگزاران، 25 میلیون تومان به نامزدهای انتخاباتی مجلس، 60 میلیون تومان به بهزادیان، 87 میلیون تومان برای خود و خرید 90 هزار دلار از حساب مدیران شهرداری، 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی را برای کرباسچی به ارمغان آورد. به جرأت می توان گفت غلام حسین کرباسچی جزو اولین مفسدان اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی بود. بستر پیشتازی کارگزاران سازندگی را برای اهداف خود مهیا کرد. 2 سال بعد با پادرمیانی هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد. کرباسچی اما فعالیت خود را در حوزه اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ از سطح عالی به سطوح زیرپوستی و لایه‌های زیرین. فیلم تبلیغاتی خانه اشرافی کرباسچی و امتناع احمدی نژاد از حضور در آن، پازل اشرافیگری او را تکمیل کرد. اینجا قبلا به عنوان محل مسکونی برای یکی از شهرداران اسبق استفاده می شده. بعد از زمانشون در اختیار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر. مدتی بعد به عنوان حامی مهدی کروبی در انتخابات 1388 هم کلام رسانه‌های معاند با نجات، حداقل انطباق با بخشی از برنامه‌های ما داره. اگه آقای کرباسچی هستن من استاپ می‌کنم. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده، همونطور که گفتم میزبان برنامه هستین. سلام به شما آقای کرباسچی. فضای انتخابات و مسائل سیاسی میخواد تمام بشه. ما حداقل 12 میلیون نفر جمعیتمون فقیرم. این بار او با شعار مبارزه با فقر و حسرت پست معاون اولی، مهدی کروبی را همراهی کرد و موضوع رأی دادن وی به کاندیدای دیگری غیر از کروبی نقل محافل آن دوره شد. او در جریان فتنه نیز فعال بود، اما هیچ ردی از خود باقی نگذاشت و بسیار محتاطانه اظهار نظر کرد. او امروز نیز تمام سعی خود را در حمایت از دولت روحانی می کند. اظهار نظر او بعد از 6 سال از وقایع سال 88 در مراسم افطاری حسن روحانی در خصوص سران فتنه حسابی حاشیه‌ساز شد.
اظهارات او همچنان در راستای ادای دین به تفکر هاشمی رفسنجانی است. به اذعان بسیاری از مقامات قضایی، پرونده او از سال 76 تا کنون مفتوح است. به راستی چه اهدافی در حضور غلام حسین کرباسی به عنوان یک مفسد اقتصادی و حمایتش از اصلاح طلبان دنبال می شود؟ اصلاح طلبانی که با ادعای مبارزه با فساد اقتصادی پای به عرصه سیاسی گذاشتند، امروز حتی لیست انتخاباتیشان را یک مفسد اقتصادی می نویسد. کرباسچی در قالب عضو اصلی حزب کارگزاران با تزریق پول و سرمایه در تفکر احیای مجدد کارگزاران و نابودی اقشار پایین دست است. تفکری که جز ایجاد اختلاف طبقاتی و اشرافیگری، پولدارتر کردن پولداران و فقیرتر کردن فقیران چیزی عاید کشور نمی کند. حال چگونه جامعه می تواند به لیست انتخاباتی یک مفسد اقتصادی اعتماد کند؟ بله خب، امیدوارم این طولانی نبود. 8 دقیقه تقریبا بود که راجع به آقای کرباسچی گزارش بود و ایشون در اصفهان سابقه شهرداری داشتن، در تهران سابقه شهرداری داشتن و همه ازشون تعریف میکردن و من البته نمیدونم، ولی به من اینطوری گفته شد و اطلاع داده شد که ایشون از مردمی که تقاضای جواز ساختمانی چیزی داشتن، مثلا اگر اجازه یه اتاق خواب بود میومدن میگن آقای شهردار به ما اجازه یه اتاق خواب و نیم بدید، با اون نیمی که میخواییم چقدر میشه که به پول بدیم، ولی شما اون پول رو مصرف آبادی شهر میکردن، اینطور که ما میدیم. ولی ایشون شونه به شونه افرادی بودن که اینها در فساد و در انحراف ردیف و مسیر جمهوری اسلامی ایران دست طولانی دارن و آقای رفسنجانی فردی هستش که از اون اول انقلاب بوده تا حالا و یک دفعه هم از دهنشون در رفت که ما خانواده انقلاب هستیم و ما گفتیم اینجا که ما ندیدیم که دماغ یکی از افراد خون بیاد که تو چیز آقای رفسنجانی بودن، ایشون خانوادهشون پسراشون و دختراشون، که اینا در راه انقلاب چه خونی از دماغ اینا حتی اومده باشه که یه چیزی خورده که مجبور شدن مثلا دستمال بگیرن دور دماغشون که خون بریزه، خون نریز روزنی. پس بنابراین انقلاب مستضعفین بوده و حالا که انقلاب به ثمر رسیده، چطور امکان داره افرادی تو ایران از پولهایی که در میارن برن کارایی بکنن که اصلا سابقه نداره؟ همین آقای کرباسچی مثل این که یک کاخی چیزی درست کرده بوده در تهران، کاخ شهرداری بوده یا کاخ شهردار بوده که آقای احمدی نژاد چیز کرد، قبول نکرد که بره اونجا زندگی کنه، تو همون خیابون نارمک هم شهر فلانجا اونجا که زندگی میکرده بوده و این محلی که آقای کرباسچی درست کرده، حالا کردنش موزه، مردم میرن نگاه بکنن این چجور جایی هستش که درست کردید و این قباله اونجا مال کی هست، مال دولت، مال شهرداریه، مال کی هست؟ آخه اینطوری نمیشه که مردم اینقدر بی‌صاحب باشه که هر کس هر غلطی خواست بکنه. بالاخره باید جوابگوی مردم باشید، به مردم باید جواب بدید، نمیتونید این کار رو اینطوری بکنید. و اینها میگن آقازاده. خب ما میگیم آقازاده یعنی چی؟ آیا آقازاده به افرادی میگن که عمامه دارن؟ به اینها میگن بچه های اونا رو میگن آقازاده؟ اگر اینطوری باشه واقعا طبقه که عمامه دارن، طبقه که میرن درس میکنن که استاد بشن و درس دین و راه زندگی به مردم یاد بدن، اگر به اینا میگن آقا و بچه هاشون آقازاده هستن، اگر نمیتونید کنترل کنید این افرادی که بچه های شما هستن، واقعا مایه شرم هست که چطور امکان داره شما بری به یکی بگیرم این کارو بکن این کارو بکن که بری بهش، و حالی که زیر سقف یه نفر یه کارهایی داره میکنه که از بهشت و جهنم اصلا برش مطرح نیست، و بعد میایید میگید خب این پول داره، پول در آورده. راست هم میگه، وایساده اینجا بوده، یکی داره رد میشه، گفته هر کی از اینجا رد شد یک قرون به من بده از این پول دار شده. خب ما نمیگیم پول دار نشید،
پولدار بشی، ولی این پول رو درست مصرف کنی. اول که یه اتومبیل بخرید و شرکت پورش آلمان رو پولدار بکنی، اون پول رو بدید یه کارگاه درست کنی، دو نفر سه نفر تو اون کار بکنن. حالا چه کاری بکنن؟ خب میبینید ملت شما چه احتیاجاتی دارن، چی لازم دارن. چرا باید مملکت رو لختش بکنید؟ هر چی داره رو بفروشید. از اون بالا گفتیم هفته پیش، هر کی رد میشه میبینه اینجا نوشتن برای فروش، برای فروش، برای فروش. از سخت از اون بالا از فضاداری رد میشید برای فروش گنده زدن اونجا. صنایع نفت برای فروش، صنایع گاز برای فروش، صنایع فولاد برای فروش، همه چیز برای فروش. برای فروش برای چی؟ این پولا که برای فروش هست کجا داره میره؟ دلالیایی که افراد دارن میکنن. به هر حال ما امیدواریم که اختلافاتی که داره یواش یواش داره رو میاد. از سال 1988 که اوباما انتخاب شد، بذرشو این اوباما ریخت. اونهایی که میخواید بگید اوباما آدم درست حسابی هست، اینو بدجوری دارید تعبیر میکنید. ایشون بذر اینو ریخت که بین مردم ایران اختلاف بندازه. چرا؟ که از طریق داخل اینجا رو منفجر کنن، نه از خارج. عوض اکسپلوشن ایمپلوژن باشه. ما که دبیرستان می رفتیم برای این که نشون بدن که فضا فشار داره، یه قوطی حلبی رو قشنگ چیزش می کردن، لحیم میزدن که هوا چیزی توش نباشه، یا اگرم هوای چیزی هست، بعد این رو داغش میکردن بعد آب سرد روش میریختن. آب سرد که میریختن، این قوطی که اینطوری بود تو همدیگه اینطوری فرو میرفت. به این میگن ایمپلوژن. اگر توی چیز بریزید به ترکه بشین اکسپلوژن، اینطوری میشه. این تو هم فرو میرفت. اینها میخوان یه همچی بلایی سر ملت ما بیارن، ولی اینا کور خوندن. ملت ما انقدر باهوش هستن که به این سادگی ها زیر بار نمیرن. یکی گفته بود که آقا ما میخواییم برم این کار رو کنیم اون کار رو کنیم، گفته بود خب نشون بدیم چطوری میشه تا من بگم قبول میکنم یا نه. گفته آقا چطوری اول باید قبول کنیم بعد نشون بدیم. اونم گفته برو نمیخوام اصلا ببینم. بله، بعد راجع به فرق داریم صحبت میکنیم و این شاخص فقر داره زیاد میشه در ایران و جاهای دیگه هم داره میشه. خب جای دیگه به ما مربوط نمیشه، ما ایران هستش که به ما مربوط میشه. چطور امکان داره در مملکتی شما مقدار اتومبیل های پورش شما از تمام اروپا بیشتر باشه؟ خب چطوریه 85 میلیون جمعیت ایران چطور دارن همچین چیزی رو؟ یا پورش دیگه ارزون شده، رو دستشو باد کرده، مجانی دارن به مردم میدن؟ یا اینکه ارز دارید میدید؟ ارزم بابا اون پولی هستش که پشتیبانه ملته. و این اقتصاد مقاومتی چی شد؟ این کجا رفت؟ شکلات و آدم سر بعض اصلا واقعا دارم دلم یه جوری ای ایوه الناس به فکر خودتون باشید. همه دارن میان آشغال دارن میارن براتون، درها بازه. در همین منطقه خود ما یه جا هست اتاق بازرگانیه، به شما کارت بازرگانی میدن که هر چیزی آشغالی هر جای دنیا هست بردارید ببرید بریزید اونجا، و بانک ها با شما چیز میکنن، همکاری میکنن. من نمیدونم جوابی تونستم بدم، چیزی تونستم بگم اینجا، یا اینکه نتونستم درست بیان کنم که افرادی که اونجا در یک مداری هستن خیلی دست به عصا دارن را میرن، چون خط کشی شده. به مجردی که یکی چیزی بگیم یه آره من بودم که تو رو به فلان جا رسوندم، و یکی من بودم فلان جا، یعنی داره به اون مرحله میرسه که با بی‌حیایی کامل یکی بیاد بگه بله من همه کارم. نه، همچین نیستش.
بعد آقای دوستم ندارم ای بگم آقای رفسنجانی یا رفسنجانی، ولی خب افرادی هستن توی کار که از سال 2008 از 2008 که اوباما انتخاب شد اینها دوم در آوردن از اون موقع. تا اون موقع چیزی نبود، صحبتی نبود، بعد دوم در آوردن، یکی هم خواست دومشون رو بپیچه بچونه، بعد دوم اون یکی رو بریدن، بعد این طور شد و اون طور شد. و هستن افرادی در ایران که به شدت دارن نشون میدن که اینها درست نیست و دودش تو چشم مردم ایران خواهد رفت، دودش تو چشم اون افرادی هستش که اصلا نه به من نه به اون به کسی کار نداره، از صبح میرن از خونه بیرون زحمت میکشن، یه کار دو کار یا هرچی هست، آخرش هم خست و گفته یه نونی میرن خونهشون بشینن بخورن. اونها هستن که سیستم جمهوری اسلامی ایران رو دارن میچرخونن و اونها هستن که انشالله رحمان موفق خواهند شد. بله، ما برنامه همون داره به انتها میرسه و هفته دیگه انشالله رحمان وقت باشه در بعد به برنامه یه صحبت هایی میکنیم و انشالله که تا بعد باز بتونیم حرف بزنیم. ببخشید انگشتم خورد، ببخشید باز زنگ بزنید، همینطوری انگشتم خورد. آخر برنامه هست، اگر صحبتی دارید بفرمایید که ما بتونیم پخش کنیم. این روی این چیز اینطوری افتاد. پس انشالله تا هفته آینده و ما درست به موقع رسید دیگه. بله، دو برنامه همون انشالله تموم شد حالا و هفته آینده موقعیتی به ما بدید انشالله خدمتتون میرسیم و بدونید که الله سبحانه و تعالی همه ما رو خلق کرده و همه همون رو دوست داره و ما کافی هستش که اون وظیفه رو که برای ما گذاشتن رو انجام بدیم. انشالله تا هفته آینده، بر همه تا دید بیاد.